سلام خیلی ممنون که شرکت کردید در این وبینار Uh, من نازلی کامبری هستم و این وبینار طراحی شده برای مخاطبی که در کار روزنامه نگاری هستش یا متخصص مسائل مربوط به uh, تولید محتوا در مورد جنسیت و گرایش جنسی هستش خوشحالم که اومدید اینجا و شروع میکنیم چون یه ساعت بیشتر وقت ندارم اینجا من با این ماوس هی باید کلیک کنم و خلاصه ببخشید اگه صداش اذیتتون میکنه um, یه سری سلاید هم هست که همینطور که من حرف میزنم شما میتونید سلاید ها رو مطالعه کنید مسئله زبان خارج از مسئله قدرت نیست خوشونت و تبعیض در زبان همیشه باید تولید محتوای شما اینها رو در نظر بگیره که چه قدرت هایی با چه منافعی دخیلن و نوع انتخاب واژگان شما در پوشش مسائل مربوط به جنسیت و گرایش جنسی یا حالا هویت جنسیتی یا گرایش جنسی جنسی در خدمت کدوم قدرت هاست و چه افراد یا گروه هایی رو به حاشیه میرونه در پوشش رسانه‌ای مربوط به مسائل مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی روزنامه‌نگاران بهتره که خودشون رو با فرهنگ مشکلات و روابط شخصی و اجتماعی و حتی اقتصادی افراد یا گروه های دگرباش جنسی آشنا کنند چون این به شما کمک میکنه که محتوای آری از تبعیز تولید بکنید تولید محتوا اگر به هر شکلی مردم رو یا افراد رو یا گروه ها رو به جنسیتشون به گرایش جنسی باورهای مذهبی فرهنگ فرهنگ و نجادشون یا هر چیزی که پرس کن اقلیتشون کرده تقلیل بده باشه، کلیش آمیز باشه یا کلیشه آمیز باشه بنا به میزان خشونتی که در اون محتوا شما تولید میکنید میتونید این کلام شما از مصادیق تبعیض باشه یا حتی کلام نفرت باشه بر من این حساسیت ها مهمه و در این حساسیت ها بدونید که با این فرهنگ و واژگان و زبانی که وجود داره آشنا بشید در واقع ممکن نیست باید به این مسئله همیشه فکر کنید که چه کلیشه های جنسی یا جنسیتی خشونت به زنان افراد تراجنسی و چند جنسیتی یا کسانی که رابطه جنسی با هم جنس دارن شمرده میشه یا محسوب میشه سکسیسم تبعیض‌آمیز این کلمه بعضیشون یه مقدار عجق و عجقه ولی واقعا به عنوان روزنامه‌نگار یا باید اینا رو قبول کنید یا که باید کمک کنید در اینکه واجه های بهتری ساخته بشه سکسیسم تبعیض‌آمیز معمولا افراد به اون ماهیت جنسی و سکسیشون تقلیل میده و باید ازش پرهیز بشه اگر نسبت به دیگر جنسی شناخت کافی ندارید احتمال اینکه در هنگام تولید محتوا دست به دامن کلیشه ها بشید یا حرفی تبیز آمیز بزنید زیاده مفاهیم نظری که در این وبینار داره به شما ارائه میشه با این هدف ارائه میشن که شما نسبت به مسائل و مفاهیم مرتبط با اقلیت های جنسی شناخت پیدا کنید و این شناخت به شما کمک میکنه که در پوشش رسانه‌ای نسبت به تبهیز و خشونت ها حساس باشید خب این عکس مفهوم دگر جنس محوریه ولی عکس که میبینین حالا به زبان انگلیسیه چون به هر حال که در مورد زبان فارسی هست خیلی کمه این ورون بر ولی خانواده هم میشه تقلیل داده میشه به یک در واقع نهاد دگر که شامل یک زن یک مرد و چند فرزند هست خب خانواده های دیگری هم هستن که هیچ وقت اینا در زبان روزنامنگاری در واقع محسوب نمیشن دگر جنسگرا محوری اولین مفهومی که میخوایم بهش بپردازیم به اولین مفهوم نظری هستش که به انگلیسی heteronormativity شده متاسفانه یا خوشبختانه بیشتر نظریه پردازی ها در حوزه گرایش جنسی و هویت جنسیتی در کشورهای تو گیومه دموکراتیک صورت گرفته به همین دلیل این واژه ها برای فارسی زبان باید دست دامن معادلیابی و برگردانیابی و این حرفا بشین به هر حال محوری مجموعه هنجارهایی که دگر هایی رو به عنوان تنها گزینه گرایش و رفتار جنسی میپذیره برای دیگر و محوری زن بودن و مرد بودن و گرایش جنسی این دوتا به هم ماهیتی ابدی و ازلی داره یعنی اندیشه که بر مبتنی بر این دیگر و محوری باشه که فقط رابطه طبیعی و بر اساس زابه رابطه زن به من و مرد و ازلی بودن و طبیعی بودن این رابطه بدونه به نوعی دیگر و محوره یعنی همجنسگر رو در نظر نمیگیره یا انواع و گوناگونی های گرایش های جنسی رو در نظر نمیگیره سکسوالیته یا سکسوالیته بستگی به اینکه حالا فرض کن آنگلوفون باشین یا فرانکوفون باشین از اون واژه است که فار... یا فارسی در سر شده دکتر آشوری سکسیت رو پیشنهاد کرده مشکل برگردان این واژه یه جورایی به مشکلات عدیده در تولید محتوا در مورد مسائل مربوط به سکس و سکسیت هم انجام میده ولی به هر حال اگر قبول کنیم که بگیم سکسوالیته سکشوالیته یا سکسیت هر چی مرتبط به تمایلات جنسی، ترجیح سکسی، کردار سکسی، اروتیسم، شهوت، همه اینا رو میشه با این مفهوم توضیح داد. حالا زیر مجموعه دیگه هم پیدا میکنه ولی مفهومی هستش که شما به هر حال ازش استفاده میکنید. از منظر زیستشناسی، سکس بیولوژیک اینطور تعریف میشه که مجموعه از اطلاعات ژنتیکی هستش که روی ژنوم فرد، مجموعه ژنهای فرد با عوامل وراثتی و کروموزوم یعنی عوامل وراثتی روی کروموزوم تعیین میکنه که جنسیت بیولوژیک فرد چیه و فرد اگر اکس اکس, اکس باشه کروموزاش زن بیولوژیکه اکس وای باشه مرد بیولوژیکه مشکل چیه؟ این گفتمان های پزشکی و در واقع که اصلا قدمتشون به فرض کن دیوی سی ست سال میرسه و بیشترش هم در صد سال اخیر تولید شده اینها خیلی دوگانگی زن و مرد رو بهش تاکید دارن یعنی که طبیعت رو گذاشتن رو زن و مرد و هرچی خلاصه این وسط ها هستش تبدیل شده به ابنرمالته و تازه در این پنجه سال اخیره که دارن میرن دنباله که اینها رو تغییر بکنن اما بیشتر دانش تولید شده در سطح جهان در مورد مسائل جنسی و سکس و گرایش جنسی در حوزه زیست شناسی بوده یعنی حجم دانش تولید شده در علوم انسانی غیر قابل مقایسه است با دانشی که در بیولوژی تولید شده اولین تحقیقات مربوط تحقیقات تو گیوم علمی مربوط به گرایش جنسی و همجنس گرایی و حالا فرض کن دو جنس گرایی به طور کلی گرایش جنسی هم جنس به هم جنس در توسط زیست ها صورت گرفته در سالهای 1950 شروع شده 1990 -91 تبدیل شده به اینکه فرض کن در قسمتی از پروژه ژنومیک شروع کردن بررسی کردن پروژه ژنومیک پروژه بود که میخواست تمام ژنهای انسان رو در بیاره ببینه انواع اقسام ژنهای انسان چی هسته و هر ژن مسئول تولید چه رفتاری در انسان همراه با پروژه ژنومیکس این مسئله مطرح شد که آیا همجنسگرای پدیدهای وراثتیه یا نه و اولین تحقیقاتی که اینا شروع کردن روی این حوزه تحقیقاتی بود که روی دوقلوها شروع کردن دو همجنسگرا که این یه فرض کن یه جدول از یکی از اولین این تحقیقات که بود که مسئله وراثت رو در دو همجنسگرا بررسی میکرد میگه که مثلا 52 درصد مردان همجنسگرا که دوقلو دارند، دارن در واقع قولشون هم همجنسگراست و البته اینو تقسیم بندی میکنه به دو قلوهایی که با تقسیم سلول به وجود میان یا دو, دو قلوهای که از یک سلول به وجود میان که البته اینجا چون قرار نیست راجع به زیست شناسی صحبت بکنیم روی اون نمیریم ولی این تحقیقات به نوعی ثابت کرد که وراثت مسئله مهمیه و طبیعی بودن همجنسگرایی مسئله مطرحیه اما مشکلی که اینجا پیش می اومد این بودش که به دنبال ژن همجنسگرایی بودن و در دنبال کردن این مسئله که آیا ژن همجنسگرایی وجود داره هیچ وقت نتوسن بگن بفرمایین ژن همجنسگرایی خدمت شما به این نچه رسیدن که مجموعی از جنها فعالتره در افرادی که تمایل به رابطه با همجنس دارن این مسئله منتها مسئله طبیعی یا جبر طبیعت یا بگیم جبر بیولوژیک یا اون چیزی که به انگلیسی میگن بایولوژیکل دترمینیزم این مسئله منجر به یک سری مشکلات شد در این پیدا کردن همجنسگرایی واقعی چون هر وقت مسئله طبیعت مطرح میشه طبیعت با خودش هژمونی میاره که کی طبیعیه کی نیست همجنسگره های خود دگر باشن ایرانی وقتی باشون صحبت میکنین خیلی موقع این ایجاد میکنن میگن من همجنسگره زاده شدم و اونی که همجنسگرا زاده نشده کسی هستش که از روی تمایل و شهوت و این حرفا میره به رابطه جنسی با همجنس علاقه من میشه او همجنس بازه ولی من گرا هستم چون که فرض کن طبیعت منه این تفکیک ها منجر به دیگری سازی شده در زبان فارسی یعنی یک سری آدم رو به حاشیه کشونده و به عنوان روزنامه‌نگار بعضی موقع روزنامه‌نگارا رو فکر میکنن که باید با فردی که خودش همجنسگرا صحبت کنه هرچی خودش میگه حجته ها هست باید صحبت کرد با افراد منتها باید حواسمون باشه که موس... گروه های اقلیت در درون خودشون هم دیگری سازی میکنن و در درون خود گروه های حق اقلیت افرادی به هاشیه دوباره کشیده میشن یعنی این هاشیه سازی ها مطرح واسه روزنام نگاران موقعی که بر مسئله همجنسگرایی کار میکنین این مفاهیم نظری رزایی سریعتر از روش رد میشم اگر که در موردش آشنایی ندارین همیشه میتونید من ایمیل بزنین جزوه های آموزشیشو بخونید برای شما منتشر میشه. جنسیت یا حالا جنس که اینا برگردانایی که برای جندر گذاشتن اونایی که مطالعات جنسیت میخونن میدونن اینا خصوصیات نشانه ها اجراگری های رفتاری که افراد میکنن که به عرف و هنجار اجتماعی مرتبط میشه با یک چیزی به اسم جنسیت در فرهنگ دیگر جنس کرا محور همیشه این محدودیت دوگانه جنسیت زن و مرد هست یعنی جنسیت رو به دوگانه زن و مرد محدود میکنه. وقتی که دو جنسیت همیشه هم بخواد به دوگانه زن مرد محدود بشه اشکالش اینه که جه انواع اقسام گوناگونی های جنسیتی که بین زن و مرد ممکن باشه یا اصلا زن یا مرد نباشه جنس سوم باشه در نظر گرفته نمیشه دو جنسی ها یا افراد میان جنسی کسانی هستن که باز با این دوگانه زن و مرد در نظر گرفته نمیشن همونطور که قبلا هم گفتم این مرتبط به تقسیم های علوم زیستی هستش در تعیین مرد و زن بودن که خیلی تاثیر گذاشتن رو فرهنگ هنجارهای امروزی برای تعیین این که چه کسی جنسیت فرض کن نرمال داره یا به هنجار داره یا نداره حال چیزی که نظری پردازان حوزه جنسیت میگن که این جنسیت اگر بخوایم از مفهوم زیستی و طبیعت جدا کنیم مفهوم پروسه هستش که در حالت تعاملی با هنجارهای اجتماعی و فرهنگی هر فرد ممکنه زن بشه مرد بشه یا چیز دیگری بشه یعنی این نظریه ها بر چون بیشترشون هم از فلسفه اخلاق میان بر این تاکید دارن که هنجارهای اجتماعی فرهنگی تاثیر میذاره رو اون طبیعتی که انسان بهش به وجود میاد به هر حال اینکه کیچیه همیشه درد سره اینکه مشخص کنن چه کسی مرد یا زنه و نقش های جنسیتی که افراد به هر در جامعه ایفا میکنن بنا به تعریفی که خود جامعه از این هنجارها داره پا تعریف میشن تعبیر میشن خلاصه یک کسی مثل جلال همتی عزیز ما مرحوم جلال همتی به خاطر اینکه مرده و مثلا فرض کن های جامعه به این باور میرسن که این رفتاری که میکنه زنانه است میشه اوا خواهر تو گیومه یکی مثل مثلا جواد یساری هر دو خواننده تبدیل میشه به سمبل مردانگی و مثل فرض کن لوتیگری و این حرفا به هر حال مجموعی از های رفتاری است که رفتار صحیح و گاهی حتی طبیعی رو برای هر جنسیت محسوب میکنه که این لزوما ربطی به اخلاقی بودن قضیه نداره اینکه فرض کن عرف بگه یک چیز طبیعیه یا صحیحه اون رو طبیعی یا صحیح نمیکنه. به حال باز هم در جوامع دیگر جنسگرا دوگانه زن و مرد اینجا قالبه و تعیین میکنه که هر کسی کجای این اسپکتروم قرار میگیره نظری هایی که در جامعه شناسی یعنی ما مسئله زیستیش رو مطرح کردیم ولی در جامعه شناسی یا علوم انسانی چیزی که مطرح تره ببین نظریه مختلفی وجود داره ولی چیزی که این روزها مطرح تره نظریه های سازنده اجتماعی که باز هم یک برگردان پرتم شما اگه میتونید برگردان بهتری ارائه بدید که خدا خیرتون بده Social Constructionism of Gender این نظریه هایی هستش که وجود داره اینها میگن که جنس حالا جنسیت تفاوت های جنسیتی گرایش جنسی اینا همه تحت تاثیر و در تعامل با هنجارهای فرهنگی اجتماعی شکل میگیرند و در جامعه مفهومی هویتی پیدا می کنند. یعنی افراد این هویت رو در تعامل با اطرافشون شکل میدن جنسیت بیولوژیک افراد که همون اول که بچه رو میکشن فرض کن بیرون از رحم مادر میگن که این زنه یا مرده با عوامل تربیتی خانواده با هنجارهای همیشه در حال تغییر فرهنگ اجتماعی اینا همه ادغام میشه و اون اجراگری جنسی افراد اینکه من الان اینجا نشستم فرض کنم مثلا یه قیافه جدی گرفتم با شما با یک صدای نسبتا نمیدونم نیمه کلفتی دارم حرف میزنم این یه اجراگری جنسیه اگر مثلا من صدام نازکتر بود با ناز و ادای بیشتری حرف میزدم یه اجراگری جنسی دیگه بود اینها رو تعیین میکنه و بعد اینا پذیرش نقش های اشت... اشت... جنسیتی رو و جنسی رو در اجتماع بهش منجر میشه که افراد میپذیرند که مثلا زنی باشند که مثلا یه نمه صداش کلفته و خیلی جدی حرف میزنه یا اینکی هم زده که اینجا جدی جدی تر گرفته باشه مثلا بر حال در نهایت زن بودن یا مرد بودن یا چیز دیگری بودن در تعامل با این تنجارهای اجتماعی شکل میگیره واژه کویر این واژه چرا اهمیت داره در زبان فارسی و چرا روزنامه نگار اصلا باید بهش توجه کنن و فرض کن براشون مهم باشه واژه کویر یک واژه‌ای بوده که در 16 ده میلادی رسما به مفهوم چیز عوضی یه چیز غریب یه چیز غیر عادی استفاده می شده. در زبان آلمانی استفاده می شده، در زبان انگلیسی استفاده می شده، در فرانسه استفاده می شده. هر کدوم حالا فرض کن با های مختلف در اوایل قرن بیست کویر همراه با دست سازی و دستبندی سازی همجنسگره ها تبدیل میشه به یه واژه توهین‌آمیز یا مثلا فوش میشه وقتی به یکی میگن که تو کویری یعنی مثلا بهش گفتن ما جنسی بی پدر مادر یعنی قشنگ فوش بوده سال 1970 به بعد تحت تاثیر جنبش های به هم دو جنس و تراجنسی ها بیشتر در کشورهای غربی چون اصلا اون مفهوم جنبشیش جای دیگه اونطور نبوده کنشگران حقوق غلط جنسی شروع میکنن میگن که ما این مفهوم رو واژگون میکنیم یعنی خودمون از این بعد به خودمون میگیم کویر و با واژگون کردن این واژه در واقع مفهومش رو تغییر میدن دیگه فوش نیست البته هنوز هم خیلی فکر میکنم فوشه مثلا شما برید تو ناف تگزاس به یکی بگید فلانی کویره ممکنه به عنوان فوش تو فرض کن توی باری استفاده بشه ولی در بین خود کنشگران اقلیت های حقوق اقلیت های جنسی دیگه این مفهوم رو نداره و البته باید گفت که یک سری هم بهش انتقاد دارن چرا اهمیت داره؟ چون تمام تولید دانشی که در حوزه مسئله حقوق اقلیت های جنسی میشه میاد و به خودش میگه من نظریه کویرم یعنی تبدیل میشه به یک ژانر علمی یا ژانر تولید دانش در علوم انسانی و علوم اجتماعی بنابراین وقتی تمام نظریه در این حوزه شروع میکنن به پردازش کردن و به خودشون میگن کویر تیوری ما مجبور شدیم اون رو به زبون فارسی هم برگردانش داشته باشیم چرا که بعد این مفاهیم این به تبدیل بشن یا تبادل نظر صورت بگیره حول این مف... در واقع مفاهیم الان امروز برای اطلاق به همه کسانی که به نوعی در حاشیه و خارج از هنجارهای قالب جنسی اجتماعی قرار میگیرند استفاده میشه این مفهوم مفهوم هویت گریزه یعنی که کسانی که به خودشون میگن کویر مایل نیستن که مثلا بگن من هم جنس گرام، دو جنس گرام، این هویت ها رو نمیخوان عمده کنن میخوان بر هویت گریزی مسئله تاکید بیشتری داشته باشن به هر حال حالا معادل یابیش تو فارسی در سر مضاعف به خاطر اینکه سرش دعواست طبق که سر خیلی از معادلا دعواست دگرباش یا فراهنجار جنسی معرفی شده به عنوان معادل واژه کویر در فارسی یه ده اون گروهی که دگرباش جنسی رو معرفی کردن در منحشه چراغ خمساقی قهرمان یک سرمقاله سر نوشتن و گفتن که چرا برای کویر میخوان دگرباش جنسی رو بزنن. اینا گفتن ما دگرباش جنسی رو برای این انتخاب کردیم که بر اصل فلسفی دیگری بودن و حاشیه‌ای بودن اقلیت های جنسی تاکید داره. ترکیب فراهنجار جنسی رو یک سری ایرانی معرفی کردند و اینها تاکیدشون بر رفتار جنسی خارج از هنجارهای دیگر جنسگرایی بود انتقاد به دگر باشه اون کمپ ده... که معرفی کردن دگر باشه جنسی رو این بود که این واژه هویت با فلسفه واژه کویر که مفهوم هویت گریزه در تناقضه و نمیتونه مدل خوبی باشه فراهنجار به تیم فراهنجار این انتقاد در واقع بهشون این انتقاد وارد شد که این واژه زیادی پر هم تراقه واژه کویر دلیلی که جا افتاده در زبان انگلیسی و زبانهای دیگه که عملا فوش بوده همه بلدش بودن حالا که واژگونش کردیم این یک موفقیت بوده که تونستیم ما در واقع در فرهنگ عامه یک مفهومی رو واژگون کنیم و واژگون کردن این واژه موجب شده که در واقع دگر باش حریسی و حراسی و دگر باش ستیزی و این حرفا رو باش مبارزه کنیم حالا پرتم تراقش در سره واقعیتش هم اینه که اون فراهنجار جنسی اصلا جا نیفتاد یعنی جز مقاله هایی که خود این آکادمی سیانا می نوشتن من خودم از اون بیشتر خوشم میمد ولی هم نا... به ناچار شدم چون دگرباش جنسی جا افتاد منم به اون کمپ دگرباش جنسی از اون استفاده میکنم یه گروه سومی هم هستن که میگن که آقا نه این نه اون مگر مثلا فرض کن فمینیزم نمیدونم مارکسیزم اینا مگر هم وارد نشده به زبان فارسی چرا ما به همین کویر نگیم کویر بر حال نظریه فراهنجی جاری جنسی کویر توری که قبلا راجبش صحبت کردم که این نظریه در واقع تمام این تولید دانشی که در این حوزه صورت میگیره زیل زیل این نظریه دسته بندی میشه هر چیزی که برحال به هر حال به نوعی به مسئله سیکش، سکس، ترجیح های جنسی، انتخاب های جنسی، تمایلات گرایش جنسی در چارچوب بدنم علوم انسانی، علوم اجتماعی اجتماعی حتی الان ادیان الهیات رهایی بخش اینا همه دارن از واژه کویرت استفاده میکنن و از زیل کویرت نظریه کویرت دارن مطلب تولید میکنن دانش تولید میکنن به هر حال این هر نوع ساختار شکنی در چارچوب هویتی در سکس در گرای جنسی میتونه زیل این دستبندی بشه نظریه کویر مدیونه به فمینیست است یعنی که اول سال 90 بیشتر کسایی که اومدن تو این حوزه و شروع کردن نظریه پردازی زنانی بودن که تو حوزه حقوق زنان یا جنبش های فمینیستی فعالیت میکردن و به هر حال ها باید با این نظریه ها آشنا باشن اگر که میخوان تولید محتوا بکنن در این حوزه اینها همه نظریه که در نظریه کویر مطرح میشه یعنی کسی که مثلا فرض کن میره مطالعات جنسیت میخونه اینا رو باید بلد باشه و باید بتونه از این مفاهیم مثل این یه سری این مفاهیم فقط فرض کن مفاهیم نظری نیستن اینا شما ابزار فکری میدن یعنی شما با دونستن این مفاهیم ابزار تحلیل مسائل رو پیدا میکنید و اگر فرض در حوزه جنسیت و جنس که تولید محتوای خبری میکنید یا خبری نمیکنید تحلیلی میکنید ابزار بیشتری دارید برای کارتون جودیت باتلر فیلسوف حوزه سکس و گرایش جنسی که کتابش رو امین قضایی به فارسی سرش رو ترجمه کرده برای اولین بار در سالهای 1990 این مسئله جندر پروفورمتیویتی که به فارسی ترجمه کردن اجراگری جنسیتی رو مطرح کرد ایشون فرمودند گفتند که جنسیت واقعی یا حقیقی وجود نداره کسی با جنسیت واقعی و حقیقی به وجود نمیاد جنسیت ثابت و پایدار نیستش جنسیت اجرای مجموعی از کنش هاست که از طریق شاخص های جنسی در هر فرهنگ و اجتماع مفهوم جنسیت میابد پیچیده تر بود نظریهش اون میگفت در بر سطح بدن افراد مثلا مفهوم جنسیتی پیدا میکنه من یکم ساده سازیش کردم و البته بیچاره یک کتاب نوشته در این موضوع در یک اسلاید نمیشه خلاصش کرد یک نه چند کتاب نمیشه ولی امین غذای ترجمه کرده اگه علاقه دارید میتونید بخونید به هر حال این چیزی که میگفت میگفت اجراگری جنسیتی این که مثلا رفتار جنسی که ما میکنیم در سطح بدن در تعامل با اجتماع و فرهنگ اجتماعی به شکل سیاسی ساخته و اجرا میشه یعنی فرض کن این تریپی که من اینجا برای شما الان گرفتم یک تریپ سیاسیه که من گرفتم یک اجراگری جنسی هم هست یک اجراگری جنسیتی هم هست اگر من پام میداخم رو پام مثلا نوع دیگه رفتار میکنم یک اجراگری جنسی دیگه بود یک انتخاب سیاسی دیگه بود از این لحاظ انتخاب سیاسی چون رابطه داره با انواع اقسام قدرت ها اینکه من چه رفتار اینجا نشون بدم مشخص میکنه که فرض کن اگر من از خاصیت های زنانه دلبرانه استفاده کنم از یه سری قدرت ها دارم استفاده میکنم اگر نه از خاصیت های دلبرانه زنانه استفاده نکنم و فرض کن یه آدم خیلی مثلا زن قلچماقی باشم از یک خاصیت های قدرت های متصل به قدرت های دیگری هستم به هر حال انتخاب های افراد برای اجراگری جنسی تحت تاثیر مسئله قدرت و گفتمان های فرهنگی جنسی جنسیتیه یعنی این مسئلهش خیلی مهم بود این هم عکسشه که الان میبینید خوشکله با نمک الان پیر شده به هر حال هویت جنسی و جنسیتی اونجوری که بیولوژی تعریف کرده نه اونجوری که علوم انسانی و علوم اجتماعی الان گفتمانهای غالب تعریف میکنن تجربه شخصی هر فرد از احساس درونیش نسبت به آنچه جنسیت خود میپندارد یعنی اگه من میگم مردم اینجا شما بدونم مردم میدونید <تصفح> اگه من میگم هم مثلا نه زنم نه مردم جنسیت ندارم یعنی من هیچ کمزه نیستم این تجربه درونی خود منه از اون چیزی که جنسیت خودمه اگر من میگم من یک جنس سومم من یه جنس سومم نمیدونم به خودم باید چی بگم به هر حال اینکه هویت جنسی و جنسیتی در روز تا تا تولد تعیین میشه جامعه شناسا اونایی که تو حوزه علوم انسانی اند فلسفه اخلاق چی ها، هر کسی که زیر نظریه کوی نظریه پردازی میکنه اصلا این باور نداره کی ممکنه بهش باور داشته باشه حتی الان دیگه بیولوژیست ها اونایی که متخصص علوم زیستی هم به این باور ندارند ولی کن به هر حال در طی سالیان زیادی این تحمیل شده به تمام شناسنامه ها یعنی همه شناسنامه یا زن بودیم مرن. چند انگشت شمارن تعداد کشورهایی که الان دارن را... کم کم جنس سوم بودن یا چیز دیگری بودن و به رسمیت میشناسن و قبول میکنن که افراد میتونن نه زن باشن نه ایران مرد باشن تو ایران مثلا که خیلی میگن که ما تغییر جنسیت عمل تجرای تغییر جنسیت رو پذیرفتیم یا بر اساس اختلال هویت جنسیتی اینو پذیرفتیم اینا به حال این اختلال رو میپذیرن ولی بعدا تو باید مشخص کنی میخوای زن باشی یا مرد باشی نمیتونی یه چیزی این وسطا باشی گرایش جنسی با هویت جنسیتی فرق داره خیلی موقع ها روزنامه‌نگارا اینا رو قاطی پاتی میکنن یعنی هویت جنسیتی رو پیوند میزنن به گرایش جنسی گرایش جنسی رو پیوند میزنن به هویت جنسی جنسیتی این که تو چی چی هستی یا احساس درونت از خودت چیه ربطی زیاد به این نداره که تو ربط مستقیم لاال به این مسئله نداره که تمایل و نیازها و های جنسی تو اینکه میخوای با کی رابطه جنسی برقرار کنی چیه یا با کی میخوای رابطه احساسی برقرار کنی چیه گرایش اونه هویت جنسی جنسیتی چیز دیگریه به حال اینو ربط مستقیم به هم دادنش یک مشکل جدیه که فرض کنه مثلا میگن اگر فرد ترا جنسی خب حالا به کی علاقه داره باید مشخص بشه فوری اون هویت جنسیتیشه و گرایش جنسیش میتونه خیلی چیزا باشه مثلا نمیدونم میتونه یک مردی باشه که از زن به مرد تغییر جنسیت داده ولی حالا همجنسگراست و میخواد با مردم رابطه برقرار کنه یعنی گرایشش همجنسگرا است ولی خودش مرد یک از زن به مرد تغییر جنسیت داده منظورم این پیچیدگی ها با دونه دونه افراد حال تغییر میکنه این که مثلا تعریف همجنسگرا دگر جنسگرا دو جنسگرا چیه رو خودتون زودی از اون اسلاید بخونید ولی به هر حال همجنس کسیه که با رابطه عاطفی و جنسی و احساسی با همجنس برقرار میکنه اون همجنس گراست دگر جنس گرا با جنس دیگری برقرار جنس مخالف یا حالا جنس مخالف اگه نخواهیم بگیم جنس دیگری دو جنس با هردو دو برا نمیکنه با زن یا مرد اینا معمولا دو جنس گرا هستن آیا این تقسیم بندی ها مفاهیم ابدی ازلی اند به این مفهوم که آیا افراد اگر دو جنس گرا هستن از شکم اومشون دو جنس دو جنس به دنیا میان بعد همیشه هم دو جنس میمونن نه آدمو خیلی 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 زیاد نظراتشون تغییر میدن تو زندگی یه موقعی دلشون میخواد با هم جنس باشن یه موقعی دلشون نمیخواد با هم جنس باشن یعنی اینکه اینا رو تبدیل بکنیم به مفاهیم ابدی ازلی هم کار خودتون رو به با عنوان روزنامه نگار مشکل میکنه که بعد مثلا اگر یک سوژه ای داشتین مثلا پوشش دادین که ایشون شوار کرد از بعد فردا شوهر کرد بعد بتونید توصیهش بدین هم اینا مفاهیم ازلی ابدی فرض نکنید به هر حال گرایش جنسی دگر باش چیزی که خیلی ها مثلا میگن من دگر باشم اگر شنیده باشین ویدیوهایی که بچه ها میذارن آنلاین که میگن من دگر باشم بعضی یا گرایش جنسی خودشون رو این کلمه دگر باش رو به عنوان یک گرایش جنسی استفاده میکنن که این قراره یه جور مفهومی هویت گریز باشه یعنی اینا کسایی که نمیخوان هیچ کدوم از این هویت حوی... سازیار سازی ها رو میخوان در چارچوبی خارج از هویت گرایی تعریف کنند خودشونو یا اصلا تعریف نکنند سکسیسم دیگر جنسگرا باور یا سکسیزم دیگر جنسگرا چیزی که زودتر از این در دیگه بهش اشاره کردیم هتروسکسیسم این نگرش نگرشی مبتنی بر این ایده است که تنها فرم تمایلات و گرایش یا رابطه جنسی سالم و طبیعی بین دو جنس مخالف زن و مرده یعنی اگه شما این فرض بذارید دو سکسیزم دگرجنسگرا دیگر جنسگرا هستین و این سکسیسم دیگر میتونه یه نوع تبعیض سیستمی باشه یعنی مثلا فرض کن حقوق قانونی حقوق مدنی فرصت های اقتصادی طوری تعریف بشن که گرایش افراد به هم فقط بر اساس هم بودن مرد بودن جوری که بیشتر نظام های مدنی و حقوقی بودن تا به امروز و دارن الان ده سال گذشته 15 سال گذشته به این ور دارن تغییر میکنن به هر حال نمیتونید اگر مثلا فرض کن روزنامه نگار این حوزه این حواستون به این قضیه نباشید که مدام طبیعت گرایی جبر جغرافی جبر جغراف نام جوی شد قضیه جبر بیولوژیکو تحمیل کنید به این قضیه سکسیت به یا سکشوال نورمالیتی چیزی چیزی که نظریه پردازان حوزه کویر میگن خب اینه نه پوپ اینو قبول نداره خب یعنی گفتمان اینجا گفتمانی که داریم راجبش صحبت میکنیم دیسکورسی که داریم راجبش صحبت میکنیم کویر نظریه کویره پوپ اینو نمیگه از اینو نمیگه نمیدونم نهادهای دینی اینو باور ندارن بسیار از نهادهای ناسیونالیست اینو باور ندارن چیزیه که نظریه کویر قبول داره حالا شما باید تصمیم بگیرید که دارید به عنوان روزنامه نگار برای روزنامه واتیکان می یا برای روزنامه واتیکان نمی نویسید. این دیگه به خودتون مربوطه چیزی به عنوان یک استاندارد نرمال جنسی به نظر نظریه کویر وجود نداره در چهارچوب فلسفه اخلاق مسئله مطرح میشه مسئله گرایش جنسی و مسئله هویت جنسیتی و در این چهارچوب مسئله حق دیگری بر زندگی جنسی خود بر بدن خود اینا مطرحه یعنی حق شخص برای انتخاب مطرحه و نقش طبیعت هم در این تعیین جنسیت و گرایش جنسی در چارچوب فلسفه اخلاق کویر تیوری اصلا مفهومی نداره یعنی مهم نیست طبیعت برای شما چی کار کرده مثلا حق شما بر زندگی خوده هنجارسازی مسئله دگر جنسگرایی به عنوان یک گرایش نرمال تا حدود زیادی به در واقع مدیون اگه بگیم حالا تقصیر مدیون هرچی دانش تولید شده در علوم زیست شناسی و روان شناسی و البته موازه سیاسی نهادهای مذهبی به ویژه کلیساها یعنی راست رو بخواین خیلی از این فرض کن هنجار سازی های جنسی جنسیتی در اروپای قرن 18 و 19 اتفاق میفته و بعد سفر تاریخی میکنه تشریف میاره به بقیه جای دنیا به هر حال این هنجار سازی ها در دانش پزشکی صورت گرفته و اینا خیلی از دانش پزشکی ترجمه شده به فارسی یعنی دهه چهل شما سیصد و چهل به بعد هان در ایران شروع میکنن کتاب های پزشکی و این رو ترجمه کردن و خیلی از اینا در واقع با ترجمه و برگردان میاد وارد ایران میشه اخلاق روزنامه و سکسیزم دگر جنس کرد واقعا میگم این اسما بعضیشون خیلی عجیب غریبه شما به عنوان کمک کنید به, به،, به،, به برای تولید محتوای عاری از تبعیض و تعصب بهتر است از ارزش گذاری که رفتار جنسی افراد رو بر حسب نرمال بودن یا اختلال بودن محک میزنه اجتناب کنید چون میتونه به هر حال اینا اگر میخواین در یه حوزه فلسفه اخلاق مدار قلم بزنید اینا میتونه افراد رو ناراحت کنه یا دیگری سازی کنه انحراف جنسی ناهنجار غیر نرمال خواندن رابطه جنسی با همجنس تو افراد ناراحت میکنه حالا باز ببینید میخواید برای واتیکان قلم بزنید یا برای جای دیگه اروتیزم همجنس خوانه از اون مفاهیمی میگه خیلی به در روزنامه نگاران میخوره چرا به در روزنامه نگارا میخوره میتونید یه بش بگین اروتیزم همجنس خواهانه یا بگین هومو اروتیزم یا حالا هر برگرده میگه میخوام که این مفهوم خیلی مفهوم انعطاف پذیریه هر نوع برای توصیف هر نوع احساس نشانه آرزو تفکر هر چیزی که دو دوادی ذهنی زهن، یا عینی اتفاق میفته که درش توجه جنسی به همجنسی وجود دارن شما میتونید با اروتیسم همجنس خواهانه توضیح بدید حالا این چرا به درد روزنامه‌نگارا میخوره به فرض شما دارید مثلا فرض کنید نقد فیلم می نیبسی. با مثال توضیح میدم شما دارید یک نقد فیلم می نیبسی. در نقد فیلم مثلا دو تا شخصیت همجنس با هم خیلی تنش جنسی دارن تنش جنسی هیچ وقت نمود فیزیکی پیدا نمیکنه مثلا اینا شما نمی دید که اینا رابطه جنسی برقرار کنن ولی تنش جنسی به وضوح شاهدش هست. یا حالا فرض کن جای دیگه اینو شاهد هستید این. نمیتونید به کاراکترها برچسب بزنید که اینا هم جنس گران چون نمودی پیدا نکرده خودشون اعلام نکردن ولی میتونید مثلا با اروتیسم یا اروتیزم، اروتیسم هم خانه توضیحش بدین این اتاف پذیریش به در شما میخوره چون میتونید که ازش استفاده کنید در توصیف مسائل بدون اینکه مثلا فرض کن مرتکب بی اخلاقی در اخلاق روزنامه‌نگاری بشید به حال مفهوم اشاره به هر نوع جاذبه جنسی بین افراد همجنس داره اما با همجنسگرایی به عنوان یک گرایش جنسی هویتی اصلا تفاوت داره یعنی خیلی موقع مثلا در توصیف مینیاتورایی که در ایران هست که توش مثلا فرض کن همجنس با همجنس رابطه عاشقانه داره استفاده میشه او اروتیسم بر حال میگیم بعد که یه دونه از این نمونه از این نقاشی ها هست نمونیس، نمونه نمونه اروتیسم همجنس رو در ادبیات فارسی در توصیف رابطه با شاهدها یا لواتی کردن با لوتی ها و امردبارگی رابطه جنسی با امرت ها که اینا رو بهش یک کوچولو میپردازیم ممکن اصلا ندونید اینا چیه اینا هویت هایی بوده که در هویت که نه در واقع بگیم کاتگوری بگیم گونه گروه توست واژه‌ای بوده برای توصیف یک سری رفتارهای جنسی در فرض بیشتر دوران صفوی و قاجار وجود داشته حالا قبل ترش من نمیدونم به دیگه تا بخوایم فراوون فت و فراون، مثال و در نقاشی ها و اینا هست حالا این یه دقیقه خیلی سریع از رو شاید میشیم چون واقعا این به درد روزنامه‌نگار امروزی ممکنه نخوره ولی شاید هم روزنامه‌نگار اصلا ندونن که این واژه وجود داشته اینا رو بتونید خودتون بخونین آباجی باجی به ترکی مفهوم خواهر داره برای مردان نیز به کار می‌رفته مردی که از دخول در مقدش لذت, جنسی موردشون بشه آباجی و شاهد نین نظر نظربازی در سنت صوفیان با پسران زیبا بوده اون در سنت ارفانیش بوده همون اومده بوده به مثلا چیزی که بهش میگن تو گیوم نویسیا نویسی ها که قرار بوده که مثلا فرض کن برای عاشقانه شما برای پسر زیبا می ولی مبود عرفانیش بوده که از زیبایی اون شهادتی برای وجود خداوند قدرت و زیبایی خداونده بود غیر عرفانیش هم بوده که ملت عشقشون که همجنس بوده شعر می نوشتم بهش می گفتن شاهد فلان من و بهمان من جنبه هوموروتیک داشته بیرش مردان و پسرانی بودن که موی صورت اونها کمتر از اون مردان بوده معمولاً معشوق مردان قرار می گفتن معبون همون که اوبنی که فوش امروزی ازش میاد مردی بوده که باز معشوق مردان می شده کافر بخش مخبش ترسا بچه معشوق مردان از ادیانی دیگر بوده یه ذره مفهوم فعال و مفهولی به مفهوم تحقیرآمیزش هم داشته یه ذره که نداشته اصلا اینا رو بالا میگم از از امروزی به درتون نمیخواد مثلا این اوایل قرن 19 در سمرقند رقص بچه هست اینا بچه هایی بودن که با مطربا سفر میکردن و دیگر پوش بودن لباس زن می پوشیدن میرقصیدن خیلی رونق بازار مطربان بودن ولی روابط همجنس با همجنس هم بودن اخیرا من یه اه, کنفرانس بودم، این مقاله عالی ارائه شد در مورد اینکه چطور این اه, بچه ها فرض کن در واقع سوجای جنسی هم بودن و باشون رابطه های جنسی هم برقرار می این سمرغن اول قرن بیسته مطربان سمرغنی یعنی هم بچه که این وسطه که شما می برای منظورم اینه که اه, رابطه همجنس با همجنس برال در تاریخ وجود داشته انواع و اقسام توضیح هم برایش وجود داشته در مورد زنان هم حالا بالاخره یک دو تا واژه هست حالا من اینا رو روش تاکید زیاد نمی کنم ولی یه چیزی مهمه در مورد همردا همیشه این این دگر جنس و محوری ما امروزی ها این دوگانه زن و مرد رو تحمیل میکنه حتی به در واقع توضیح مسائل تاریخی امرد بودن سنخیتی با زن بودن نداشته چیزی که همیشه الان امروز بین همه بچه های همجنسگرا میدونن وقتی یکی بگی به یکی بگی, بگی, بگی همجنسگرا اولین سوال فرد دگر اینه کدوم بین دو نفر که حالا با هم من کدوم زن کدوم مرده، فوری بعد مشخص کنی کی زنه، کی مرده در دوران تاریخی که این اتفاقا میفته اینا سنخیتی با زن صفتی برای جذب مرد دیگر اینه واقعا یه امردا برای خودشون یه هویتی بودن مجزا از اینکه زن صفت هستن یا نه این این نوع برخورد با رابطه با همجنس با همجنس در دوران فعلی ما وجود نداره یعنی همه همیشه میخوام بدونن کی زنه کی مرده تا چه دو زن ما هم باشن چه دو مرد با هم باشن برای بقیهش رو میتونید خودتون بخونین برای خبرنگارا این خیلی مهمه که تفکیک کنین بین کسی که رابطه جنسی با همجنس داره و کسی که خودش رو همجنسگرا میدونه این پذیرش این هویت همجنس که هر کسی که با رابطه همجنس با همجنس داره لزوما این هویت همجنسگرا رو نمیپذیره به هر حال باید به گوش بدید به طرف که فرض کنید مثلا تون اینه که داریم با یه طرف صحبت میکنین گوش بدید فرض نکنید که طرف است ممکنه طرف رابطه با همجنس داره ولی خوش همجنس نمیدونه ممکنه خوش دو جنس میدونه و ممکن ممکنه این ها رو قبول نداره بنابراین بهتره برای انتخاب واژگانی که انتخاب میکنیم برای توضیح گرایش جنسی افراد و تمایلاتشون به خودشون گوش بدین هر کس که رابطه جنسی با هم جنس داره رو فهم جنس فرض نکنید ببخشید این یه ذره منبری این کارو نکنید بکنید نکنید بکنید این نیست که مثلا نکنید بکنید منظور اینه که در واقع با حساسیت ها آشنا بشین هر کار دوتون میخواد بکنید بعدش ولی که با حساسیت ها آشنا بشید اینجا منبرم نیست منبر که هست ولی خب منبر خیلی هژمونیکی نیست تمایلات جنسی افراد سیالند افراد میتونن همه در زمان های موقعیت اینو راجبش صحبت کنیم تغییر بدن تمایل جنسیشون میتونن تغییر بدن این حقو دارن مسئله اخلاق حفظ حریم شخصی افراد حق فرد بر تایم سرنوشت استقلال افراد برای انتخاب تغییر هویت های جنسی و جنسیت جنسی و جنسیتیشان. اینا رو به رسمیت بشناسید. یعنی فرض نکنید که مثلا با یه نفر اینتیو این سال بعد پیدا بگیرید چرا شوهر کردید هم و نمیخوام وارد خیلی تاریخ این واژه ها بشم ولی تاریخ این واژه مهمه برای اینام هم روی آنلاین هست میتونید بعدا ازش استفاده کنید اه... ولی به هر حال همجنسگرایی به مفهوم گرایشی اون در قرن 18 و 19 برای توضیح همجنسگراها به عنوان یک گروه زیستی در واقع مطرح شد پزشکان مطرح کردن در قرن به عنوان گرایش توسط خود یک پزشک مجارستانی که میگفتن خودش هم همجنسگرا ولی خودم هم دونه مطرح شد دیگه هر هم به عنوان هتروسکشوالتی دوباره در تقابل و در توضیح اون به عنوان یک چیزی که نقض اون هستش مطرح شد چیزی به این صورت گرایش هویتی مسئله که به این دوگانه همجنسگر و در واقع در خود تاریخ ایران تا دوران فعلی نبوده در دوران مدرن این هویت رو مردم پذیرفتن ولی قبلا این هویت‌ها ساخته شدن در طی گذر تاریخ این حرفی که میخوام بزنم برای همین این واژه نمیدونم لزبیان گی اینا رو میتونید بخونید ولی در مورد در واقع معادل اینها اینا تو فارسی بهتره که بدونین که خود بچه‌های های گی و لزبیان از سری مخفف استفاده میکنن چیزهایی که پره تو سایت ایرانی لز و گی و این حرفها ولی خب مثلا فرض کن تو متون تحلیلی میگن زن هم و مرد هم جنس لزبین تو فارسی معادل نداره یعنی همون میگن لس خب بارونی بوده که او... منصوب به دو... اواخر دوران قاجار ولی هیچ تاریخ نگاریش درستابی نکرده بارونی برای توضیح نوع خاصی از روابط جنسی زن با زن بوده معمولا زنانی که عاشق زنان دیگه میشدن اون که عاشق میشده رو بهش میگفتن بارونی اه... تو مدارس و این حرفا با بوده مثلا یه زنی بوده که بقیه یکی دو نفر عاشقش میشدن اونا میشدن مثلا اگه اسمش بوده نمیدونم لیلا بعد مثلا سارا و مریم میشدن بارونیای لیلا اینطوری توصیف میشده بعد گی به مفهوم کلمه واقعی کلمه در زبان در زبان لاتین یعنی خوشحال بی خیال این حرفا منتها به مفهوم خود هم در سال 1920 مطرح میشه در سال 1920 یه جور اسم رمز بوده که هم تو این کلابا و بارا و دیسکو ها و این حرفای مرد هم جنس ازش استفاده میکردن فلان فلانجا گی باره که همین هم میگن فلان جا گی باره و به عنوان اسم رمز استفاده میشده بر... ولی بعدا تبدیل میشه مفهوم هویتی گی لزوما به مرد همجنسگرا صرفا تعلق نمیگیره الان گی قراره که تمام هویت های همجنسگرا رو شامل بشه زنان به خودشون میگن گی و اصلا یه واژه جهان شمول شده یعنی تقریبا در همه زبون ها وارد شده ژاپن میگن گی نمیدونم بند خدا این بیچارهایی که توی و های آفریقایی که خیلی اذیتشون میکنن اونا میگن که همه گی خلاصه همیدونم همه گی باشید خوشحال باشید همیشه دو جنس از اون مفهوم پر سر هست چون که جزو دیگری ها هستن خودشون در درون جنبش های یا گروه های جنبش ها... از اون کلمه های کل گنده است که در همه جا نمیشه به کارش بود گروه های هم در واقع دگر باشه جنسی چرا؟ برای به مفهوم ای برای توصیف تمایل گرایش اومن در نظام های دگر جنسگر و محور که فرض کن زن و مرد این همه راجبش صحبت کردیم کسایی که هم با زن میخواد رابطه جنسی و عاطفی دارن هم با مرد رابطه جنسی و عاطفی دارن و خودشون به خودشون میگن دو جنسگر فارسی میگن بای از بای سکشوال میاد یعنی تو زبان آمیه میگن بای در چیه مدت زیادی دو جنسگره ها به خاطر اینکه هم جنس ها داشتن سعی میکردن برای توجیه وجود خودشون به جامعه دیگر جنس از طبیعت استفاده کنن که ما موجودات طبیعی هستیم که خدا آفریده بعد دو جنس ها این توجیه رو یه جوری خاکستری میکردن چون خدا نمیتونه یکی رو هم یعنی میتونه علاقه خدا همه کار میتونه بکنه پروردگار عالم همه کار میتونه بکنه منتها به نگاه اونا این بودش که نمیشه دو جنس گنجوند و دیندارا راضی کرد و دسترسی راضی کرد که هم مثلا یک مسئله طبیعیه چون دو جنس هم بهشون برچسب افراد شهوت پرست و عیاش و این حرفا زده میشد بعد تبدیل شدن به یکی از بزرگترین دیگری ها در درون خود گروه های هم جنس دگر باش جنسی و الان مثلا یه 45 سالیه که بعد هزار چهل پنج سالم نیست نه واقعا شاید بهتر سالشون نگم چون ممکنه چرند بگم ولی که سالی هست که مثلا دیگری سازی بایسکشوال ها مطرح شده و بایسکشوال اعتراض دارن به اینکه خود جنبش های دگر باشان جنسی دارن اینطور باشون رفتار میکنن به هر حال گرایش جنسی دگر باش که قبلا راجعش صحبت کردیم لازم است دوباره راجعش صحبت کنیم ولی این مهمه در کوزه توصیف جنسیت نه گرایش یعنی جنسیت و هویت جنسیتی بعضی افراد به خودشون اصلا میگن من جنسیتم دگر باشه یعنی میگن من کویر جندرم اینا ها آدمایی این که اصلا نمیخوان خودشون رو محدود کنن به زن بودن و مرد بودن این در مورد گرایششون نیست این در مورد این که مثلا هویت جنسیتیشون چیه یعنی این دگر هم برای گرایش جنسی استفاده میشه هم برای هویت جنسیتی استفاده میشه خلاصه اینا چیزاییه که میتونید استفاده کنید اخیرا اخیرا به گروه های جنسی یه گروه جدید اضافه شده که اینها میگن ما بیمیلی سکسی یا آسکسوالیته داریم اینا میگن که ما باید به عنوان یک گرایش جنسی حد 5 6 ساله به عنوان یک گرایش جنسی باید به رسمیت شناخته بشیم اینها افرادی هستن که از آموزش جنسی لذت نمیبرند. عاشق ممکنه بشن رابطه احساسی و عاطفی ممکنه ایجاد بکنن ولی از آموزش جنسی لذت نمیبرن این مفهوم متفاوته با کسی که مثلا فرض کن کشیشه بعد پرهیز میکنه از سکس یا چه نمیخواد ایدز بگیره پرهیز میکنه از سکس اونا پرس کننده هستن. اینا میگن اصلا ما کلا تمایل به قضیه نداریم و آسکسوال هستیم اینم هم بیرقشونه همه بالاخره یه بیرقی دارن این بیرق آسکسوالاز و این روزا مسئله شون مسئله روزه و البته خیلی شاید براتون جالب باشه اول همه اینا وارد گفتمان های علوم اجتماعی میشه و بعد از گفتمان های علوم اجتماعی یهوی زیست شناس شروع میکنن راجع به چیز کرد. من برام خیلی جالبه چون من مدام نگاه میکنم اینم چه خبره توی جورنال های زیستی علوم زیستی یه چند سال یه هی دارن راجع به آسکسوالا مقاله خلاصه من همیشه به شوخی میگیم این زیستی ها مردخوری علوم اجتماعی علوم انسانی رو میکنه. میکنن بله ولی حالا علاقه من شدم که چرا افراد آسکسوال میشوند و این هویت را دارند و این حرفا هویتی بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم اینا دیگه خیلی اهل حالن اینا پانسکشوال ها یا پانسکسوال ها هستن کسانی هن که به همه جنسیت ها های مختلف جنسی جنسیتی خلاصه به همه اینا احساس و جاذبه جنسی حس میکنن بیرقاشون رو دیگه میارن همه پخش میکنن میگن که ما برای اون فرقی نمیکنه هر کسی رو ممکنه بهش علاقه من بشیم و فرقمون نمیکنه نه فرقمون میکنه برامون که هویت جنسیت طرف مقابل چیه نه فرقی برامون داره گرایش جنسی چیه خوشم بیاد ازش بسم الله برمیگردیم بله اینی که در مجور صحبت میکنیم آه... گرایش جنسی نیست هویت جنسیتیه هویت میان سکسی میان جنسی یا اینترسکسوال این یه جور واژه صحیح سیاسیه که تازگی مورد استفاده قرار داره میگیره در علوم پزشکی علوم انسانی علوم اجتماعی همه این برای اطلاق به انسان هایی که ویژگی ها و فی، ویژگی های فیزیکی و دستگاه تناسلیشان یه چیزی بین نر و ماده هم نر و ماده یک کمی نر یک کمی ماده بلکه نر و ماده استفاده میکنم تو گیومه است یعنی اینا چیزایی که تحمیل علوم زیستیه خب به هر حال اینا رو میگن اینترسکس چیزی که تو مثلا ادبیات پزشکی فارسی دو جنسی میگفتن هرموفرودیت میگفتن هرموفرودیت در واقع میگفتن اون چون انگامیز بوده تازگیا علوم زیستی علوم اجتماعی پیشنهاد کردن بیاین به این افراد بگیم میان جنسی حالا این میان جنسی هم باز با اجازهتون برگردان من در آوردی خودتون اگه بهترش میتونید پیدا کنید پیدا کنید ولی فکر کنم این یکی خوبه جا میفته به هر حال هرما هم که همون چیزی که داشتیم راجع به این به شکل کلاسیک در ادبیات علوم پزشکی برای اطلاق به بیمارانی که دچار ابهام تناسلی هستن استفاده میشه هنوز در واژه در ادبیات پزشکی ایران هست ها یعنی الان کسی تو دکتر بری نمیگم بهت نمیدونم تو ایران برین نمیگن ا سلام علیکم شما اپهام جنسیتی دارید یا نمیدونم میان جنسید میگن هرمافرودیتی دو جنسی اه اه چی بهش میگن اختلال هویت جنسی جنسی داری چیزی که به بیشتر ترنس ها میگن منو برین به بر هر حال الان جامعه روانپزشکان آمریکا این مسئله اختلال هویت جنسی و از لیست بیماریاش خارج کرده معمولا مرحله بعدی سازمان جهانی بهداشت سازمان جهانی بهداشت که بکنه بعد سازمان ملل میفته به جونتون و سازمان ملل میفته به جونتون خلاصه در 10 15 سال آینده بعد اینو تغییر بده. حالا شما اگه می‌خواید مثلا روزنامه نگار پیش رو باشین و واسه واتیکان و اینا قلم نزنین میتونین از الان شروع کنید اینا رو استفاده کنید حال موزاییزم جنسی واجه است که در میان نظری پردازان علوم انسانی مطرح شده و اینا میگن میان جنسی بودن رو بیایم با این واژه توضیح بدیم به عنوان موزاییسم جنسی توضیح بدیم که در واقع برای به رسمیت شناختن گوناگونی ها در سکسیت در سکس و جنسیت افراد اینا میگن بیایم برتری اولویتی دوگانه زن و مرد کلا از بین ببریم چرا افراد دو جنس مثلا فقه اگه گفتمان فقهی رو بخونین مخنث ها خب یا دو جنسی مدام باید مشخص بشه تو گفتمان فقه شیعه و البته سنی حالا که باید مشخص بشه که اینا چقدر زنن چقدر مردن بعد بیشتر اون قالبه یا این قالبه بعد اینا چیزای جدیه یعنی مثلا رو میزان ارث طرف تاثیر میذاره که فقی مثلا فرض کن تصمیم بگیره که ایشون چقدر زنه چقدر مرده بعد اگه زن باشه ارثش نصف میشه اگه مرد باشه یه چیزی هم وسط هست که اگه هر دو شسی جمع و تفریق میکنن یه عددی میدن به نمیدونم دقیقا حالا چجور. یادم نیست چیز فرقیش ولی منظورم اینه که فقط این نیست که فرض کن این واژه ها یه مش بچه قرتی نشستن دور هم دارن مش واژه میسازن برای زندگی واقعی افراد تاثیر داره رو زندگیشون البته حالا خود چقدر تاثیر داره بعدها خدا میدونه ولی کن دیگر جنس شدگی تراسکسیت یا ترانسکشوالتی یا ترانسکسوالتی همون ترانسکشوالتی خودمونه که تو زبان فارسی معمولا میگن ترنس چند تا فیلم هم ساختن آینه های رو نمیاد آینه های رو کارگردان گفت بله آینه های روبرو ببینش خیلی دستمال اینا بزن گریه داره خیلی این واژه حالتی رو تعریف میکنه که فرد تمایل به تغییر جنسی یا جنسیتی داره و میخواد جنسیتی متفاوت از اون چیزی که در لحظه تولد بهش اطلاق شده داشته باشه الان که میشه به کمک پیشرفته پزشکی و علم تغییر جنسیت آناتومی میشه فیزیولوژی بدن هم با هورمون درمانی اینا تغییر میدن ولی خب حالا این مسئله چقدر بر اساس کسایی که خودشون این عمل جراحی رو کردن یا نکردن ببینید یه چیزی خیلی مهمه در مورد این مسئله که بدونید. همه افرادی که تراجنسی هستن لزوما نمیخوان تغییر جنسیت از طریق عمل جراحی یا درمانی بکنن برای همین واجه های دیگری در توصیف هست دگر جنس شدگی یا تراسکسیت یا تراجنسی بودن مربوط به افرادی معمولا میشه که اینا میخوان که به نوعی یا از طریق هورمون درمانی یا از طریق شدم تغییر عمل جراحی این تغییر جنسیت رو انجام بدن خب بنابراین یه ذره گیج میشن روزنامه نگارا که چی کار بکنن برای راستی این هم شاید براتون جالب باشه این مجله اطلاعات بانوانه مال من این زمان رو اطلاعات بانوان کنم که خیلی دوست دارم اطلاعات بانوانه مال فکرم از راسته چلو یکه این اون موقع یه دونه خبر پوشش دادن مردی که زن شده و از این موفقیت بزرگ خوشحال است یه مردی که قبلا نمیدونم اتومبیل ران بوده بعد دوباره زن شده حالا بازم اتومبیل رانه داستانش مهم نیست مهم اینه که می‌خوام ببینیم که از کی این حرفا وارد شد در رسانه‌های فارسی زبان بین خود تراجنسی های فارسی زبان یعنی اونا که میخوان عمل جرایی انجام بدن معمولا واژه ترانس استفاده میکنن مش رو تر بگم من ترنسم ها بعد برای نشون دادن کیفیت این تغییر جنسیت معمولا میگن مثلا من اگه مردی باشن که میخوام بزن تغییر جنسیت بگن هم فتون میگن سلام علیکم من ام <applause> تو اف یعنی میل تو فیمیل ام میگن نمیگن بخیر خود بچه چیز هستی که مثلا میگن بنده F2M هم یعنی زن بودم حالا میخوام مرد باشم، بشم فیمیل تو میلم اینا رو مثلا شما روزنامه روزنامه‌نگاری پام میشین مصابه خوبه بدونین که مثلا M2F و F2M و اینا جریان چیه اینا وارد شده مثلا اینکه مثلا وب لاگای ترنسر رو بخونی یا روزنامه‌ای که چیزا سان خیلی بامزه تو فارسی قشنگ می M2F F2M به, به حروف عربی که در واقع نکشینم، فارسی به حروف عربی نوشته میشه از zaman فارسی میانه این تغییر اتفاق افتاده تقصیر من نیست فراجنسیتی تراجنسیتی دگر جنس کنه همون ترانسجندر به انگلیسی فراجنسیتی بیشتر جا افتاده فرض این جنسی نیست جنسیتیه این یه تی که اونجا میزنن دال بر چیزی است که مهم از لازم مفهومی دلالت بر جنس کنگی و جنسیت در افراد داره یعنی گرایش نیست خب ولی چرا تراجنسیتی میگن قراره یه واژه مثلا همشون مول باشه که نیاد کنکاش کنه ببینه طرف میخواد عمل بکنه میخواد هورمون درمانی کنه میخواد فقط لباس مثلا شب میخواد به خوابش شورت زنونه بپوشه میخواد ریششو بزنه میخواد نمیدونم باکسر مردونه اینا رو نمیخواد کنکاش کنه در مورد فرد میخواد بگه به طور کلی شامل همه افرادی بشه که به هر شکلی مایلن که جنسیتشون یه جوری دیگه باشه یا نمود دیگه پیدا بکنه یا جور دیگه اجرا بشه یعنی یک واژه همه شموله و اتفاقا به در شما روزنامه‌نگارا میخوره چرا چون شما دیگه لازم نیست مشخص کنین که طرف دقیقاً چی شاید مجبور شین دقیقا مشخص کنین ولی وقتی مجبور نیستی دقیقا مشخص کنین که فرض کن هویت جنسی که طرف چیه بعد میتونیم بگید که فرد تراجنسی تراجنسیتی فلان و ها پس هویت گریزه به درد میخوره اگه بخواید هویت گریزی کنین افراد تراجنسیتی ممکنه تمایل به تغییر عمل تغییر جنسیت داشته باشن به شکل هورمون درمانی یا خود عمل فیزیکیش یا ممکنش تمایل نداشته باشن ممکن اصلا همه عمرشون بخوان با بیولوژی و فیزیولوژی بدن خودشون در لباس دیگری مثلا زندگی کنن و همون هویتی هم همون رو حس کنن مثلا فقط لباس نباشه چون لباس باز خودش یه اسم دیگه داره خیلی پیچیده است همه چی بنابراین این خوبه که بدونید این پیچیدگی‌ها رو این اونی که لباس براش مهمه دگر جنس پوشه یا دگر پوشه یا به انگلیسی ترانسوستایت که این برای توصیف اجراگری های جنسیتی کسی به کار میده که پوشش و رفتارهای جنسیتیش زبان بدنی لحن کلامش اینا متفاوت از جنسیتیه که به صورت بیولوژیکلی بهش اطلاق شده یا انتخاب شده براش دگر جنس پوشا فرقشون با ها اینه که دگرپوش هیچ تمایل معمولا به تغییر اندام جنسی آناتومیش از طریق هورمون درمانی عمل جراحی نداره فقط لباس یا پوشش و اجراگری براش مهمه و بیشتر تاکید بر اجراگریشه یعنی طرف میگه من این نقش جنسیتی رو پذیرفتم و این اجراگری رو براش میکنم اگر من به اطلاق شده برام انتخاب شده که مردم من خود میدونم نمیخواد مرد باشم من میخوام ماتیک بزنم نمیخوام عمل جراحی بکنم میخوام لباس بپوشم فلان ولی لزوما این, این جالب اینجاش میشه که لزوما همه کسایی که در واقع دگر جنس پوشن دگر جنس هم نیستن یا گرایش یا دگر باش نیستن در واقع یه عالمه مردان دگر جنس دارن که صبح زن بچه دارن و خونه میرن سر کار شب لباس زن نمیشن میرن تو خیابون اگه شب میخوامن عاشق اینن که شورت زنانه بپوشن ثبت شده یعنی یه چیزی پدیده است بنابراین اینو حواستون باشه که دگر جنس پوشی لزوما ربطی به این نداره که طرف دگر باشه یعنی طرف هویت خودش رو دگر جنس میدونه همه چی گرایش جنسی همه چیش با نرم پنجارا همراه ها. ولی بعضی از ساعت‌های روز دگر جنس پوشی میکنه یا مثلا میخواد بره خرید گاهی چادر سرش میکنه میره دوگان پوشی یا کراس مربوط به افرادیه که برای افرادی که هم پوشش جنسیت خودشون رو دارن هم که مثلا فرض کن در بعد تولد براشون تعیین شده هم پوشش جنس مخالف اون مردایی که بتون اشاره کردن بیشترشون دوگان پوشن کراس درسن دوگان پوشی هم باز رابطه مسئله گرایش جنسی نداره که ببینید من عرق میکنم اینجا پر میکروفون چی میکروفون از این یا که نور میدنه درک کوین ها که یه این پیدا که وجود نداره تو فرهنگ ما ها یعنی شاید به درش شما به ما نگار فارسی زبان وجود نداره ورژن تو فرهنگ ما نیست رکونه مردایی یعنی هن که معمولا برای نمایش شادی آفرینی یه جور تنز کارکاتور آمیز از زن بودن رو ارائه میدن من امروز یه سری ماتیکوینا گذاشته بودم به من گفتم من عین کوین شدم عادت نداشتم برای گریم اینجا یعنی مثلا فرض کن اقر... تاکید بر اقراق اجراگری زنان است وقتی شما دگر... کوین هستید اینجاها در کشور غربی میری شو دارن ها زمان فرض شکسپیر درک اینا تو نمایشا بودن میدونی توی های خودمون به این مفهوم نداریم که درک کوین باشن ولی ما تو تعزیه و اینا دگرپوشی داشتیم زن مردانی که مثلا نقش زنان رو اجرا میکردن در کربلا خب مثلا زنا که نمیتونستن تو تزیه باشن مردم نقششون رو بازی میکنن درکینگ مخالف زنونه شو ولی همون مفهومو نداره درکینگ برای کسی لباس میپوشن میکنن برای تفریح و شادی و اجای نه ولی معمولا فرهنگ برای فرستادن پیام سیاسیه یا اونم باز به شکل اغراق آمیزی لباس مردونه میپوشن درگ خیلی معروفن تو دنیای جاز تو موسیقی جاز خیلی از زنا اوایل که نمیذاشتن زنا جاز بخونن به, لباس مردونه پوشتن بدن جاز اجرا بعد مثلا معلوم شد فلانی 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 در تاریخ جاز که مرد زن بودن در واقع یا همین مفهوم حالا اسمش نداریم ولی مثلا تو زمان مشروطه زنای مشروطه خاری نمیذاشتن بیان به جنگند، یه عالمه تو تاریخ هست که لباس مردونه میپوشتن که برن به در واقع در فعالیت های انقلاب مشروطه شرکت کنن زن و مردی یا نرمادگی یا اندروژنی واژه برای توصیف اجراگری جنسیتی افرادی که نقش جنسیتی هر دو جنس زن و مرد رو انتخاب میکنن این نرمادگی و زن و مردی هر دفتش توسط داروش رو خدا خیرش بده پیشنهاد شده نرمادگی بیشتر تو علوم زیستی جا افتاده زن و مردی تو علوم انسانی بیشتر جا افتاده خب منتها این افرادی که زن و مردن با تاکید به این دوگانه زن و مرد مشکل دارن یعنی نمیخوان بهشون بگن شما زنید یا مردید اینا معمولا این واژه زن و مردی نرمادگی از این ناز آقای دکتر آشوری واژه خوبی نیست که شاید بخواید بازبینیش کنید از این ناز خوب نیست که باز تاکید به این زن بودن و مرد بودن داره الان افراد زن و مرد که ما برش واژه‌ای نداریم خودشونو تو ادبیات قالب نظریه کویر به خودشون میگن چند جنسیتی یا میگن ما دارای جنسیت مبهمیم امبیجندریم بی جندر یا میگن اصلا جندرلسیم بدون جندر اگه یادتون باشه همسن سالای من پیرمردا زمان پیرمرد پیرزن سال من بوی جورج خواننده خیلی معروفی بود تو غرب که این تا مدت ها همه رسانه رو سر کار گذاشته بود مرد بود ولی مثلا لباس های آرایش میکرد بعد بوی جورج نمیستن باید باش چی کار بکنن هی تو هر روز تو روز مد که مثلا بوی جورج زن است یا بوی جورج مرد است چرا بوی جورج اینجوری کرد چرا ماتی رنگی بود حالا اینا واقعا توی زبون فارسی ممکنه هنوز مطرح نباشه ولی مطرح میشه مثلا من یادم الان این چی چیز رو که یورو ویژن یورو ویژن که اون خانم چیز برد رسانه ها با مزه بود رسانه های فارسی زبان پوشششون هر کی یه جوری نوشته بود مهم نیست که هر یه جوری نوشته بود هر کیم هم به قول معروف هر توصیفی خودش عشقش کشیده بود چسبونده بود به این بنده خدا که به خانم ریشوه برحال این هم از این تفاوت واژه زن و مردی با اومد تفاوت واژه زن و با واژه دگر پوشی جنسی در اینه که برای فرد زن و مرد چیزی به عنوان جنسیت مخالف وجود نداره یعنی که اصلا مطرح نیست براش که جنسیت مخالف بیولوژیک چیه فرد زن و مرد یا حالا امبیجندر جندر جنسیت خودش رو با یه ترکیبی از چیزایی که وجود داره یا مستقلا تعریف میکنه تعریف میکنه و اصرار خاصی نداره که زن باشه یا مرد باشه همجنسگرا و همجنسگرا حراسی مفهومیه که خیلی برای شما روزنامه نگارا به کار میاد برای اینکه هی بهتون میگن همجنسگرا که شما همجنسگرا هست بدونید که چیه هر نوع مفهومی که به نوعی استهزا باشه کلام نفرت باشه همجنسگرایان رو و حوابط روابط همجنس با همجنس و نحوه زندگیشون رو تقلیل بده به خود اون جنسیت میتونه از مصادیق به قول از مصادیق چیز باشه هم جنس حراسی هستی باشه به همین ترتیب دو جنس حراسی داریم تراجنسی حراسی داریم تراجنسیتی حراسی داریم خلاصه همه چیز شد. اگر شما در کشوری هستید که مسئله تبعیض یعنی همجنسگرا به عنوان گروه اقلیت آسیب پذیر یا باشن جنسی به با عنوان یک گروه اقلیت آسیب پذیر شناخته شدن این میتونه یخه شما رو به اون روزانگاه بگیره اگر شما تبعیض بکنید بر اساس گرایش جنسی یا برخورد خشونت آمیز کنید هم در مطالبتون میتونه یقتون رو بگیره هم در محیط کار یعنی یه چیزیه که الان دیگه طبع... بعضی از کشورها تبعات سنگین داره به هر حال هم که میدونید تبعیض ورزیدن بر اساس گرایش جنسی در بسیاری از کشورهای غربی الان بیشتر تمام اروپا و کانادا جرم مدنیه ها. اگر به حد جرم نفرت ورزی و خشونت فیزیکی و اینا بشه جرم جنایی میشه یعنی خبرنگار دیگه میتونه جرم مدنی منجر بشه اگر فرض کنید مطلب بنویسه که چرا همه هم جنس کردن رو باید کشت این چیزا دیگه نمیشه خیلی پیش می. من مثلا تو این شبکه های اجتماعی هموطنان یک چیزایی می نویسن مثلا پیشنهاد میدن همه هم رو همرو تو دریا بعد نمیدونم یعنی این ها هست خب ولی این ها الان در خیلی از قانونی داره این آشکارسازی هم مسئله مهمیه برای روزنامه نگار این آشکارسازی و فرهنگ گنج اینا واجه هایی که وارد فارسی شده خیلی هم با مزه است که واژه فارسی شده آش، آشکارسازی کامینگ اوت یعنی که شما بیاید به مفهوم بروناییه بیاین هویت و گرایش جنسی خودتون رو در فضای عمومی بگید این فرایند باید خود فرد انجامش بده روزنامه نگار نمیتونه برای بیان حقیقت این کار انجام بده چون, چون جور مدنیه یعنی مسئله جدیه یعنی به خاطر اینکه اقلیت آسیب پذیر هستن دیگر باشان جنسی شما نمیتونید مثلا کنید به عنوان یک روز نامنگار بیان, بیان بیان حقیقت کنین بنویسید که مثلا فلانی من میدونم که همجنس گرست گنجه یا کلازت که وارد فارسی هم شده میگن گنجه این برای استعاره برای زندگی مخفی دیگر باشان جنسی برای کسایی که هنوز این مسئله رو عنوان نکردن من هنوز دارم این یه چیزی من براتون بگم که الان مطرحه یا چندین سال مطرحه این گنجه خودش با یه هژمونی میاد سالیان سال که جنبش فرض کنیم همجنس کردن دو جنس کردن و تراجنسیت رو مطرح شد هی میگفتن بیایید که آشکارا بگید یعنی بیاین خود رو نشون بدیم و این نشون دادن باعث میشه که بتونیم قدرت بخشی کنیم کسانی که نمیان خودشون نشون بدن پستر و... فرودستر بودن نسبت به کسایی که می اومدن یعنی کسایی که می اومدن و این ریسکو میکردن سیاسی هم می گرفتن بعد از این وقتی مطرح شد که واقعا این مسئله شخصی با توجه به زندگی شخصی هر فردی یکی مثلا فرض کن نمیخواد مادرش رو آزار بده یکی بچه داره یکی یعنی این واقعا به حق هیچ جنبش یا فرض کن نمیدونم رسانه ای نیست که تصمیم بگیره واسه فرد بیاد آشکار سازی کنه ولی باز دوباره مسئله رسانه ها رسانه و فلس... روزنامه اخلاق روزنامه موقع موقعی مطرح شد که در میومد مثلا فلان سیاستمدار دست راستی در آمریکا که یه خروار برای همجنسگرا دردسر درست کرده من میخواد قانون زده همجنسگرا کنه طرف خوش همجنسگرا و حساب در بیاد بعد میگفتن اما ما مثلا حق داریم این دروغگویی این فرد رو مطرح کنیم به صورت عمومی یعنی این از اون چیزهایی که تو فلسفه روزنامه نگاری با مثلا یه منبر آره میتونید و نمیتونید تموم نمیشه اینا رو بعد خودتون در واقع تصمیم بگیرید گفتیم اینو که آشکارسازی رو باید خود فرد انجام بده تو سر کارم اگه میدونین کسی گیه در گوشی و دستی نگید باز من بر اخلاقی بریم در مورد گرایش جنسی افراد تجسس نکنید گرایش جنسی افراد مسئله خصوصیه خیلی واضحه که اصول اخلاق حرف حرفه‌ای لزومی نداره شما فرض کن بدونید ببینید محرم بودن گرایش جنسی و حفظ حرم خصوصی میتونه حتی برای شما دردسر ساز بشه بنابراین به نظر من همیشه اگر میرید مصاحبه میکنید در یا فرض کنید داریم فیلم تهیه میکنید یا دارید چه میدونم کلیپ تهیه میکنید یا حتی گزارش تصویری دارید تهیه میکنید که مرتبط با مسئله نمیدونم جنسیت و گرایش جنسی هستش از این فرمای رضایت نامه همراه خودتون داشته باشید معمولا هیومن ریسورس ها اداره, اداره هایی که کار توش کار میکنید همه دارن ولی مطمئن بشید که این فرم اجازه نامه شما به نوعی داره توش نشون میده که مسئله طرف اجازه دارید گرایش به گرایش جنسی جنسی صحبت یا نه چون الان این تبدیل شده به یک مسئله جدی در دنیای امروز ما و میتونه براتون در سر بشه بنابراین غیر قضیه که دست سر ممکنه بشه از, از, از اخلاق روزنامه‌نگاری هم اینطور ایجاب میکنه که این کارو بکنید چیزی که خیلی مطرح میشه آشکارسازی گرایش جنسی افراد که مردنه مثلا ما حق داریم بگیم فلان خواننده مشهور همجنسگرا بوده یا نه خب چیزی که میگن این هستش که اگر آشکارسازی گرایش جنسی اون طرف منجر به آشکارسازی جنسی آشکارسازی گرایش جنسی افراد دیگه میشه باید مواظب بود فرض کن مثلا فلان خواننده معروف, معروف، مشهوری که 20 سال مثلا با فلان یکی اون یکی خواننده معروف زندگی کرده خب بعد اولی مرده شما که به همه جا بگید این همجنسکراست، خب دومی هم معلوم شد همجنس دیگه میدونی. یعنی اینا رو باید تو اخلاق روزنامه‌نگاری بهش فکر کنید ها یک چیزی که خیلی خیلی مطرحه مسئله علنی کردن افراد مبتلا به بیماری ایدز چون مسئله ایدز همیشه با همجنس دهه 80 دوران ریگان با همجنس گرا عجین شده چه بخوایم چه نخوایم مالی درسته بعد ها نشون داده شد که اصلا ربطی هم نداره ولی علنی کردن بیماری افراد مبتلا به بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی خلاف قوانین جدی هم هست گاهی ولی مثلا پلیس محل میاد میگه که یه نفر اچ داره زده به سره شده قاتل زنجیری داره همه رو آلوده میکنه اون دیگه بعد به عنوان مثلا فرض کن خبرنگار خودتون تصمیم بگیریم یا عکسش رو مثلا نشون میدم مواظب باشین ما این ویروس اچ داره با این رابطه جنسی برقرار نکنید و این حرفا من اینا رو دیگه ازش زود میگذرم فکر میکنم که بقیه اینا رو به حال شما میتونید خودتون بخونید من به این اکتفا میکنم که تشکر کنم از رادیو زمانه برای اینکه این همه این بساط رو در واقع مهیا کردن همچنین تشکر باید بکنم از همه شما که اومدین نمیدونم چند نفر اومدین ولی به تشکر ویژه از کمیسیون حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا که تمام این چیزهایی که شما دیدید با حمایت اونها تهیه شده کمیسیون زنان و مردان همجنسگرا ایگل هرک وبسایت فارسی هم داره میتونید برید ببینید و بعدا هم احتمالا رادیو زمانه بهش لینک میده اینها جزوهای آموزشی برای خبرنگارا تهیه کردن که شما میتونید ازش استفاده کنید خیلی ممنون وبینار تموم شد